سلام بر شما، به خبر نیمروزی خوش آمدید. انتشار متن بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دست اندرکاران کنگره بزرگداشت 9800 شهید استان کرمانشاه. امروز 100 برابر زمان جنگ قوی تر شده ایم، اما صرف حضور و پیشرفت در میدان نظامی کافی نیست، بلکه باید بر روی دلها، فکرها، زبانها و جهتگیری ها نیز کار مؤثر انجام داد. جنگ امروز جنگ ترکیبی است. آیا جوان امروز از بن دندان اونجوری که شما راجع به شهدا میدونید میدونه؟ این کنگره ها باید به این سوال ها جواب بده. باید اگر خلایی هست اون خلأ رو برد. رئیس جمهور در اجلاس بریکس پلاس در روسیه، ضرورت استفاده از پول های ملی، همکاری های بانکی و ارزهای دیجیتال برای گسترش تجارت چند جانبه. آقای پزشکیان، مجامع بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل فاقد کارایی برای متوقف کردن جنایات رژیم صهیونیستی هستند. حمایت‌های بی‌دریغ دولت‌های غربی و در رأس آن آمریکا از رژیم صهیونیستی دسترسی به صلح و توقف جنگ را دور از دسترس قرار داده است. ادامه شلیک موشک‌های مقاومت در نوار غزه با گذشت حدود 13 ماه از جنگ. حزب الله لبنان نیز با موشک پاسخ جنایات صهیونیست‌ها را داد. نمایش توانمندی های 500 شرکت داخلی در حوزه برق و حضور بیش از 100 شرکت خارجی در نمایشگاه بین المللی صنعت برق فرصتی مناسب برای نیازسنجی و بازاریابی. و در میز اقتصاد بررسی میکنیم آخرین وضع دریافت وام ازدواج متقاضیان چیست؟ مجلس چه راهکاری برای کاهش مشکل دریافت وام ازدواج در قانون بودجه سال آینده دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم به مشروع بخش خبری ساعت 14 توجه بفرمایید. متن بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست اندرکاران برگزاری کنگره ملی بزرگداشت 9800 شهید استان کرمانشاه که 15 مهر امسال برگزار شده بود، صبح امروز در محل برگزاری همایش در کرمانشاه منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار کرمانشاه را محل اجتماع و همزیستی نجیبانه اقوام و مذاهب گوناگون و مردم آن را مرزداران صادق و صمیمی ایران خواندند و با تجلیل از آیت الله اشرفی اصفهانی امام جمعه شهید کرمانشاه گفتند مردم و جوانان کرمانشاه به تعبیر رایج خودشان واقعا پهلوان و آماده دفاع و سینه سپر کردن برای کشور هستند و این ویژگی خود را در مقاطع مختلف از جمله در دفاع مقدس و ایستادگی مقابل تجاوز دشمن بعثی و همچنین قبل از آن در مقابله بهنگام با تجزیه طلبان خائن نشان دادند. ایشان با طرح این سوال که وظیفه امروز ما در قبال میراث و یاد شهیدان و فداکاری و جانبازی آنان چیست گفتند، نیاز امروز کشور به روح پیام و نحوه زیست مؤمنانه آن جوانان مخلص کمتر از زمان جنگ نیست، چرا که جنگ آن روز جنگی سخت افزاری و نمایان بود، اما جنگ امروز جنگ ترکیبی است. رهبر معظم انقلاب با اشاره به پیچیده شدن توطئه‌های دشمن که ترکیبی از جنبه‌های سخت افزاری و نرم افزاری برای ضربه زدن به ایران است افزودند، آنها امروز برای مقابله با جمهوری اسلامی هم از سلاح آتشین و هم از عملیات روانی و سلاح فرهنگ استفاده می‌کنند. البته امروز بی تردید 100 برابر از زمان جنگ تحمیلی قوی‌تر شده ایم و توانایی‌های کشور قابل مقایسه با آن زمان نیست، اما صرف حضور در میدان نظامی و پیشرفت‌های خوب در این زمینه کافی نیست، بلکه باید بر روی دل‌ها، فکرها و زبان‌ها و جهت‌گیری‌ها نیز کار مؤثر انجام داد.
ایشان با اشاره به پیشرانی جوانان برای دفاع از کشور در دوران جنگ تحمیلی، عنصر اصلی در مقابله با بدخواهان امروز را نیز جوانان دانستند و گفتند: آیا جوان امروز از بنه‌دندان اونجوری که شما راجع به شهدا میدونید میدونه؟ این مهمه، یعنی این ارزش و اهمیتی که حضور شهید اون روز در میدان جنگ داشت و کاری که او کرد، این کار رو امروز جوان امروز ما و نسل آینده ما آیا به عمقش واقفه یا نه؟ آیا اون اخلاص رو، اون گذشت رو، اون اخلاق اسلامی رو، اون رفتارهای منطبق با شریعت رو تو میدان جنگ که جوانای ما اون روز داشتن، آیا اینا رو جوان امروز درست شناخته، دانسته، میدانه یا نه؟ به این سوال باید جواب بدید شما. این کنگره ها باید به این سوال ها جواب بده. باید اگر خلایی هست اون خلأ رو برد. حضرت آیت الله خامنه ای اثرسنجی تولیدات فرهنگی و هنری را ضروری دانستند و تاکید کردند روح حاکم بر همه فعالیت ها باید اثرگذاری و خروجی داشتن به خصوص در نسل جوان باشد. برید سراغ خروجی این کار. ببینید کتاب شما رو چند نفر خوندن، چند نفر استفاده کردن، چند نفر یادداشت برداشتن، چند نفر نقاط برجسته اون شهیدی را که شما تو اون کتاب معرفی کردید اینو تو دفترچه‌شون یادداشت کردن برای اینکه از او استفاده کنن. برید سراغ اینا، رو این کار کنید، رو این تکیه کنید. مخاطب کارهای شما جوانان، باید رو جوانان اثر بگذاره این مجموعه کارهایی که انجام میدید. یادواره ملی 9800 شهید استان کرمانشاه با حضور قشرهای مختلف مردم و خانواده های شهدا و ایثارگران در کرمانشاه برگزار شد. فرمانده کل سپاه در این مراسم گفت پایه های رژیم صهیونیستی متزلزل شده و با جنایات خود در حال کندن تدریجی گور خود است. با قاب عکس های فرزندشان به این مراسم آمده بودند. 13 سالش بود که راهی جبهه شد برای دفاع از وطن. 13 سال بود، بعد جنگ سال 59 بود، شرکت کرد به جنگ و برای این پایگاه میرفت، مرچدا میرفت، یک سال شناسنامه خودش بزرگ کرد. کنگره 9800 شهید استان کرمانشاه با بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی آغاز شد. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مردم سربلند، مقاوم و نجیب استان کرمانشاه به عنوان مرزدارانی پرصلابت یاد کرد و گفت کرمانشاه هم دروازه ورود به کربلای معداست، هم به عنوان مبدع جهاد دروازه ورود به بهشت است. قریب 10,000 شهید والا مقام از این سرزمین و 16,000 شهید عالی مقام از سایر نقاط کشور بزرگ ایران سند زنده و حجت آشکاری است از صدق وعده این مردم. سردار سلامی با اشاره به جنایت‌های رژیم غاصب صهیونیستی گفت امروز رژیم صهیونیستی در حال کندن تدریجی گورستانی است که در میانه آن دفن خواهد شد، زیرا سنت الهی بر این است که هیچ حکومتی بر پایه ظلم قابلیت بقا و ادامه حیات ندارد.
مردمان سینه ستبر امروز با شهدا همپیمان شدند که شجره طیبه مقاومت از حرکت باز نمی‌ایستد و خون شهدا تداوم بخش این حرکت نهضت خواهد بود. پریسا مانیاز، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فرهنگی آیه‌ها، کرمانشاه. بریکس آغازی بر پایان یک جانبه گرایی در جهان. 16 نشست سران گروه بریکس با برگزاری نشستی با حضور کشورهای عضو دائم و مقامهای حدود 30 کشور علاقمند به همکاری با این گروه موسوم به بریکس پلاس در بیانیه‌ای 130 ماده‌ای در شهر قازان روسیه بر تحکیم روابط تجاری تاکید کردند. سران کشورهای عضو بریکس در روز دوم اجلاس قازان میهمانان جدیدی را در جمع خود پذیرا بودند. رؤسای جمهور و مقامات عالی رتبه حدود 30 کشوری که همسو و علاقمند به همکاری با بریکس هستند و عکس یادگاری که نسبت به روز نخست پرتعدادتر بود، نمایانگر گروهی موسوم به بریکس پلاس. بریکس الان داره تبدیل میشه به یک بلوک جدید قدرت در عرصه بین‌المللی، متشکل از کشورهایی که مخالف یک جانبه گرایی هستند و به دنبال یک نظام جهانی عادلانه تر مبتنی بر چند جانبه گرایی و بدون انحصار طلبی نهادهای غربی هستند. این تلاشی از طرف همونایی که 6 دهه پیش جنوب جنوب رو را انداختن بتونن دوباره یک ترتیبات جدیدی برای مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا و غرب داشته باشن. در جمع اعضای بریکس پلاس رؤسای 5 نهاد بین المللی از جمله آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم حضور داشتند. رئیس جمهور روسیه در آغاز این نشست بریکس را نهاد چند جانبه گرایی دانست. بریکس در حال حاضر مهمترین سازوکار چند جانبه گرایی و پایان دادن به اقدامات یک جانبه و خودسرانه در جهان است. پوتین تحولات غرب آسیا و از جمله جنایات صهیونیست ها را فراموش نکرد و خواستار توقف کشتار بیگناهان در غزه و لبنان شد. В результате боёв в секторе Газа уже погибло более 40 тысяч человек. در غزه بیش از 40,000 غیر نظامی قتل عام شدند. ما با این گونه اقدامات تروریستی مخالفیم و خشونت ها باید فوراً متوقف شود. پایه‌های معادلات یک جانبه و توازن برخواست از محوریت تک قطبی به شدت سست و لرزان شده است. رئیس جمهور کشورمان هم اقدامات ضد بشری صهیونیست ها در غزه و لبنان را به شدت محکوم کرد و ناکارآمدی مجامع بین المللی را به سران و مقامات کشورهای حاضر و سازمان ملل یادآوری کرد. رژیم صهیونیستی بی توجه به موازین بین المللی بسیاری از خطوط قرمز حاکمیتی دولت‌ها را زیر پا گذاشته. ناجوانمردانه با تولید موج جدیدی از خشونت و وحشت برگ سیاهی دیگر بر تاریخ جنایت‌های گسترده خود افزوده است. هنوز آتش جنگ در نوار غزه فلسطین و شهرهای لبنان زبانه می‌کشد و نهادها و مجامع بین المللی و در رأس آن شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان پیشران صلح و امنیت بین المللی فاقد کارایی لازم برای خاموش کردن آتش این بحران هستند. دکتر پزشکیان گروه بریکس را سازوکاری شفاف، منصفانه، فراگیر بدون تبعیض و مبتنی بر قواعد تجارت چند جانبه دانست. این اجلاس تجلی بخش این واقعیت است که ساخت دنیای بهتر به تنهایی امکان پذیر نیست و در دنیای به هم تنیده کنونی اراده و اقدام مشترک لازم است. تغییری بنیادین که مستلزم اصلاح نظام کنونی و ایجاد سامانی نو از توازن قدرت بر مبنای عدالت و رضایت است. به روایتی دیگر، دنیای بهتر مکانی خواهد بود که در آن نشانی از تحریم، تحمیل اراده، تجاوز، جنگ، کشورگشایی و نسل کشی نباشد و چند جانبه گرایی به جای یک جانبه گرایی، اکثریت به جای اقلیت، برابری به جای تبعیض، شفافیت به جای فریب، دموکراسی به جای اقتدارگرایی و گفتگو به جای جنگ حکم فرما بدهد.
اجلاس کشورهای عضو و غیر عضو بریکس موسوم به بریکس پلاس با صدور بیانیه‌ای به پایان رسید که 130 ماده در موضوعات مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی را در خود جای داده بود. در این بیانیه خوب قسمت مربوط به خلیج فارسش خیلی بیانیه قوی هست. حمله به سفارت ایران رو محکوم کرده، بحث حملات رژیم صهیونیستی رو محکوم کردن، خواستار توقفش شده. خیلی بندهای خوبی داره که من توصیه میکنم واقعا صدا و سیما این بندها رو روش کار بکنم و باز بکنم برای مردم. 16 اجلاس سران گروه بریکس هم به پایان رسید و آنچه در نشست دیروز سران و امروز در اجلاسی با حضور کشورهای همسو و علاقمند به همکاری با این گروه مطرح شد نشان داد بریکس آغازی است بر پایان یک جانبه گرایی در جهان. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، قازان، مرکز جمهوری تاتارستان روسیه. اما حالا گفتگو میکنم با آقای سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در قازان روسیه. آقای سلامی، سلام بر شما. برای ما و بینندگان بگید که آیا بیانیه پایانی صادر شده و اینکه از برنامه های رئیس جمهور در سفرشون به ما بگید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه همکاران محترم و بینندگان عزیز. همکنون که من دارم با شما گفتگو میکنم، همینجا که ما هستیم منتظر هستیم، لحظاتی پیش آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور پشت در همین اتاق ها دارن با رئیس جمهور ونزوئلا گفتگو میکنن. البته ما تصاویرش رو ضبط کردیم، ولی خب گفتگوهای محرمانه به نوعی آغاز شده، دارن مذاکرات رو انجام میدن. آقای رئیس جمهور علاوه بر اینکه با رئیس جمهور ونزوئلا الان دارن گفتگو میکنن، لحظاتی پیش هم با رئیس جمهور بلاروس مذاکره و گفتگو داشتن. صبح هم این دیدارهای دو جانبه ادامه داشت، به طوری که مذاکره با رئیس جمهور ارمنستان هم ما شاهدش بودیم و در همه این دیدارهایی که در این چند روزه من شاهد اون بودم، میتونم بگم بیش از 10 دیدار رو آقای رئیس جمهور انجام دادن با و در همه این دیدارها بر تعمیق روابط دوتا کشور تاکید شده. و البته یکی از موضوعاتی که پای صحبت‌های سخنان آقای رئیس جمهور ما بوده، چه در اجلاس بریکس پلاس و چه در مراحل مختلف و مذاکرات مختلف، بحث غزه و لبنان بوده. و خدمت شما عرض کنم که بیانیه پایانی هم هنوز صادر نشده. آقای سفیر هم پیشم هستن، هنوز بیانیه که صادر نشده. آقای جلالی، بیانیه نهایی شده دیگه، تا بعد از سخنرانی ها بیانیه رو انشالله نهایی خواهند کرد و اعلام خواهند کرد. ولی فعلا هنوز بیانیه نهایی نشده. بیانیه رو خب بیانیه خیلی طولانی است، قاعدتا همش خونده نمیشه و اگه کسی نقطه نظری نداشته باشه به عنوان بیانیه مسبب قلم داد میشه و بندهای بسیار مختلف و متفاوتی رو در حوزه های مختلف، هم برخورد با ساختار قدرت جهانی و هم در حوزه های مسائل بحران ها خصوصا در بحث غزه و خاورمیانه داره. ممنونم از شما آقای سفیر ما در روسیه. همکار مترقی، سوالی هست؟ من در خدمت شما هستم. تشکر میکنم از یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در قازان روسیه. رژیم صهیونیستی در دور جدید حمله هوایی به لبنان، حومه جنوبی بیروت و برخی روستاهای لبنان را بمباران کرد. در 3 نوبت شهر نبتیه و 17 بار زاهیه بیروت بمباران شد. به گزارش منابع لبنانی، یک ساختمان مسکونی در منطقه غبیری در زاهیه بیروت در این حملات به طور کامل تخریب شد. منابع لبنانی همچنین از جنایت جدید رژیم صهیونیستی در هرمل در شمال شرق لبنان و شهادت 5 نفر و زخمی شدن 7 تن دیگر خبر دادند. برخی رسانه‌های لبنانی هم گزارش دادند که در حمله هواپیماهای رژیم صهیونیستی به یک ساختمان مسکونی در حومه نبتیه دست کم 12 نفر از جمله چند کودک شهید شدند. <تص->
پیشتر رسانه‌های لبنان از حمله به دو شهرک در بخش غربی بقا خبر داده بودند. بر اساس گزارش وزارت بهداشت لبنان، حمله‌های رژیم صهیونیستی تا امروز حدود 2500 شهید و هزاران زخمی بر جای گذاشته. حزب الله لبنان هم در مقابل این تجاوز اشغالگران، مواضع و شهرک‌های صهیونیست نشین را با موشک و راکت هدف قرار داده. نقاط مختلف مناطق مرزی لبنان با سرزمین‌های اشغالی همچنان صحنه درگیری حزب الله با متجاوزان صهیونیستی است. خب، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از جنوب لبنان هم مرز با سرزمین‌های اشغالی ما رو همراهی می‌کنه. آقای دلاوری، سلام بر شما. از نبرد رزمندگان مقاومت با نظامیان رژیم صهیونیستی در مرزها بگید و اینکه آیا حزب الله مناطق جدیدی رو در عمق سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داده یا نه؟ حسن، اینجا حیاتش داره. آقای دلاوری، صدای من رو میشنوید؟ من آخر صدا. بفرمایید آقای دلاوری. بله، بفرمایید، عذرخواهی میکنم. آقای دلاوری، بله، سلام. چند لحظه قبل بود که درگیری، بله، من صداتون رو دارم. بله آقای صادقی، سلام، وقت بخیر. حدود نیم ساعت پیش بود که درگیری‌های شدید در منطقه ایتشب در جریان بود. رژیم صهیونیستی چند مرحله تلاش کرد به این منطقه نفوذ کنه که همچنان حزب الله در حال گرفتن تلفات از اونهاست، به ویژه اینکه 10 دقیقه قبل اعلام شد که یک تانک مرکاوای دیگر این رژیم در اون منطقه منهدم شد. اما در نقطه دیگر رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنه با چند تیپ منطقه بنت جبل، شهرستان مرزی در حدود مرز لبنان با فلسطین اشغالی رو به اشغال خودش در بیاره. چند باری تلاش کرد از منطقه رارون وارد بشه، تا الان شکست خورده. این شهرستان همون شهرستانیه که 18 سال پیش در جریان جنگ 33 روزه، خب، رژیم صهیونیستی ازش خاطرات خوشی نداره، به ویژه اینکه در برابر 14 شهید حزب الله، 35 نفر از نظامیان این رژیم به هلاکت رسیدن و 20 تانک مرکاوای اونها هم منهدم شد. اما در نقطه دیگر که تنها نقطه ای است که رژیم صهیونیستی تونسته تا عمق نفوذ کنه، حدود 4 کیلومتر، منطقه تیبه هست که همچنان درگیری اونجا شدید هست و از داخل منابع صهیونیستی اعلام شده که دو حادثه تخت اونجا روی داده و بالگردهای رژیم صهیونیستی در حال انتقال مجروحان به عمق سرزمین‌های اشغالی هستن، بالگردهایی که این روزها کارکردشون آمبولانس هوایی است. اما حزب الله لبنان تا لحظه گفتگوی من با شما با 100 فروند موشک عمق سرزمین‌های اشغالی رو مورد هدف قرار داد، به ویژه با 4 تیر موشک قادره، 2 منطقه و پایگاه مهمات سازی و اسلحه سازی در شمال حیفا، منطقه موسوم به زورفرون را مورد هدف قرار داد. در نقطه دیگر شهر نهاریا هدف قرار گرفت، شهری که 10 سال پیش با اخراج اجباری فلسطینیان رژیم صهیونیستی اونجا آلمانی‌های ساکن در اروپای غربی رو تلاش کرد در اونجا اسکان بده. امروز برای بار سوم از بامداد تا الان اونجا مورد هدف قرار گرفت. در مجموع از بامداد تا الان 3 مرحله داخل سرزمین‌های اشغالی آجیل هشدار به صدا در اومد و در این 3 مرحله 45 دقیقه هر کدام 700 هزار صهیونیست در پناهگاه‌ها به سر بردند. ممنونم از میثم دلاوری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در جنوب لبنان هم مرز با سرزمین‌های اشغالی. حملات رژیم صهیونیستی به شرق لبنان دیشب هم ادامه داشت. خب، از جنوب لبنان به شرق میریم. خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مستقر در شرق لبنان جزئیات حملات رو برای ما خواهند گفت. آقای مهتری، سلام بر شما. کدام مناطق در شرق لبنان هدف رژیم اشغالگر قرار گرفته؟
بله، به نام خدا جناب آقای صادقی، من هم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان این بخش خبری. خب رژیم صهیونیستی از دیشب تا به امروز حدود 11 حمله هوایی رو به نقاط مختلف شرق لبنان انجام داده. در پی این حملات 24 نفر زخمی شدند. ما هم اکنون در یکی از نقاطی هستیم که مورد تجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفته، در منطقه یونین. اینجا 6 منزل تخریب شده. میبینید این گودالی هم که ایجاد شده محل اصابت بمب هست به اینجا. خب مناطق بریتال، نبیشید، هلبتا، بلبک، تمنین، بودای، علی نهری و یونین هم که اشاره کردم دیگر مناطقی بودند که مورد تجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفتن. رژیم همچنین پیش از ظهر امروز یک خودرو در مسیر بقا به بیروت در منطقه کهاله رو هم هدف قرار داد که هنوز خبری از شهدا و زخمی ها منتشر نشده. خب یکی دیگر از اهداف رژیم صهیونیستی مسیر بین المللی بقا به هرمل بوده. خب رژیم با هدف اینی که بخواد افراد اون شهر و روستا رو محدود بکنه و از پناه بردن به نقاط امن جلوگیری بکنن مردم اونجا و کمکی به اونها انجام نشه، مسیرهای مواصلاتی و راه‌های دسترسی شهرها و روستاها رو هدف قرار میده. بله، ممنونم از آقای مهتری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در شرق لبنان. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان نصیرات، مرکز نوار غزه، 9 فلسطینی از جمله 4 کودک شهید شدند. نظامیان اشغالگر همچنین شهر رفح در جنوب و اردوگاه آوارگان در مرکز نوار غزه را هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند. ادامه حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه. این حملات در شمال غزه دست کم 1 شهید و شماری زخمی بر جا گذاشت. اوضاع در این منطقه همچنان بحرانی است. ارتباط ما با نیروهای امداد رسان قطع شده. چندین نفر از نیروهای ما به دست نظامیان صهیونیست اعدام شدند و شماری هم روبوده شدند. اشغالگران بیش از 20 روز است با بمباران و محاصره شمال غزه حملات خود را در بیت لاهیا و بیت هانون گسترش دادند. اوج این حملات بمباران چند روز پیش بیت لاهیا بود که به قتل عام بیش از 80 فلسطینی منجر شد. در کنار این حملات، ارتش رژیم صهیونیستی موج جدیدی از دستور تخلیه شمال غزه را هم صادر کرده. بخش شمالی غزه بیش از نیمی از جمعیت 2,300,000 نفری نوار غزه را در خود جای داده. با وجودی که صدها هزار نفر از ساکنان آن تاکنون مجبور به ترک خانه های خود شدند، اما همچنان بیش از 400,000 نفر بدون آب و غذا و حتی وسایل بهداشتی و درمانی در این منطقه ساکن هستند. اوضاع فاجعه بار است و بیمارستان از مدار خدمت رسانی خارج شده. همه لوازم اولیه تمام شده. هر دقیقه که میگذره ممکنه به مرگ زخمی ها منجر بشه. پیشتر تصور میشد از سرگیری حملات سنگین به شمال غزه جلوگیری از سازماندهی مجدد نیروهای حماس باشد، اما گزارشان نشان میدهد موضوع طرح آمریکایی صهیونیستی با عنوان طرح ژنرال هاست که بر اساس آن رژیم اسرائیل با استفاده از ابزار کوچ اجباری قصد دارد شمال غزه را به منطقه نظامی تبدیل کند که قابلیت زیست انسانی ندارد. این در حالی است که روزنامه عبری یدیوت آهارونوت در گزارش اعلام کرد مقاومت و استواری فلسطینی ها در شمال نوار غزه طرح ژنرال ها برای تخلیه منطقه را ناکام گذاشته. با وجود همه دردها مقاومت میکنیم، میمانیم و از اینجا نمیرویم. من 5 دختر دارم، میخواهم در خانه‌ام بمانم و با مقاومت بمیرم. پیکر شهید دکتر علی حیدری، پزشک ایرانی ساکن لبنان که هدف حمله هدفمند رژیم صهیونی قرار گرفت، امروز به ایران منتقل شد. قرار است مراسم وداع با این شهید از ساعت 16 در معراج شهدای تهران برگزار شود. همچنین فردا پیکر این شهید در نماز جمعه تهران تشییع و سپس برای طواف به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها منتقل شده و در نهایت در حرم امام خمینی رحمت الله علیه خاک سپاری می شود. خودرویی که در تصویر آتش گرفته یک آمبولانس حامل بیمار و پزشک است. پزشکی که صاحب این تصویر است دکتر علی حیدری است. مبارک باشید شهادت. دکتر
دکتر علی حیدری زاده قم بود و با دختری لبنانی ازدواج کرده بود. 25 ساله که با هم ازدواج کردن. این شهادت خیلی افتخار میکنن. این خطی که دارن پی میگیرن خط مقاومته و خودشون میدونن که آخر این خط به هدف میرسن. از شهید 5 فرزند به یادگار مانده. پسر دوم با عکسی که به سینه داشت. حاج قاسم سلیمانی الگوی ما جوانان در لبنان و کل جمهوری اسلامیه. من به رژیم صهیونیستی این پیام رو میدم که با شهادت پدرم اصلا به هدفشون نرسیدن و نخواهند رسید. لبیک یا رسول الله و لبیک یا خامنه‌ای. و پسر آخر که به جای لباس سیاه لباس رزم به تن کرده بود. شونه بس مقاومه. این لباس رو پوشیدم لباس رزمنده هاست. میخوام همون راهی که پدرم رفت و ادامه بدم و از سربازای امام حسین و امام زمان علیه السلام باشم. و آنچه که در آخرین تصویر از دکتر به ثبت رسید تصویری از مظلومیت مردم لبنان در کنار کادر درمان است. در حمله رژیم صهیونیستی به بیماران و مردم بیپناه، پزشک مجاهد دکتر علی حیدری سرانجام در حین خدمت رسانی به مردم بیپناه در جنوب لبنان به شهادت میرسد. کرمیانی، خبرگزاری صدا و سیما، قم. ادامه اهدای طلای بانوان در مناطق مختلف کشور با شرکت در پویش همدلی طلایی، هموطنان می توانند با شماره گیری 3 تا 14 مربع به پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان بپیوندند. سلام به توی کودک لبنانی، زمانی غم و اندوه تو را می دیدم که رج به رج داستان همدلی را بافته و نامش را در میان شال و کلاهای ارسالی می گذارد. در جلسه قرآن خانگیشان که حالا بعد از خواندن قرآن همگی دست به کار می شوند. این رزمندگان مقاومت هم مثل بچه های خود ما هستند. این روزها از این دست پویش ها برای گرمی دست کودکان لبنان و غزه در گوشه گوشه ایران دیده می شود. اونا رو از سرما حفظ کنه و دل و بهشون یه دلگرمی بده که کسی هست که هواشون رو داره. دختران همدانی هم مقاومت طلایی را به راه انداختند. حدود 25 میلیون تومان پول نقد و مقدار قابل توجهی طلا و سکه جمع‌آوری شد. انداز خودم یه انگشتری داشتم که اونو الان اهدا کردم. هر چقدر کم، ولی ما وقتی سید علی دستور میده باید هر چی در توان داریم پای کار بذاریم. سکه هدیه کردم و تا جایی که در توانمه این کار رو ادامه میدم. به همت طلاب بوشهری نیز تا کنون 6 میلیارد تومان کمک جمع‌آوری شده. یونفقونم اما توهبون، اگر آدم بتونه از اون چی که دوست داره ببخشه کار کرده. بانوان طلاب در یزد نیز به پویش همدلی طلایی پیوستند. خیلی از طلبه بودن که دارایی های تنها دارایی خودشون که حالا یه دونه حلقه ازدواجشون بوده از این هم گذشتن. خانواده های شهرک نفت اهواز هم در کنار مزار شهیدان گمنامشان طلاهای خود را هدیه کردند. خیلی از خانم های شهرک الحمدلله اومدن و طلا هم اهدا کردن، ولی خب من تا خواستن که به احترام شهدای گمنام گمنام بمونه. یک ذره خیلی کوچیک هم کمک کنه به نظرم خیلی ارزش داره. درسته پولامون کمه، اما خب همین ذره ذره جمع میشه تا بالاخره بشه و بتونیم به مردم لبنان کمک کنیم. لنگومو دادم به عشق رهبرم. ما شیعه ایم، باید به همدیگه کمک کنیم و همبستگی داشته باشیم. در میان این کمک های از جنس طلا، کارکنان کمیته امداد بوشهر هم جور دیگری به میدان آمدند. همکاران ما تو سراسر استان یک روز و برخی ها بیشتر از یک روز حقوق در واقع خودشون اختصاص دادن. جهادگران در قرارگاه مردمی البرز نیز برای مردم جبهه مقاومت کمک های غیر نقدی خود را ارسال کردند. تکلیف ذاتی ماست، این رسالت ماست. الان ما فقط توی مدت 10 روز 20 تن برنج جمع آوری کردیم، 5 تن روغن، 5 تن حبوبات و اقلام دیگه. مرحله 4 پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. علی سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما. هشتگ سید هاشم صفی الدین در فضای مجازی میان کاربران عرب زبان پرتکرار شده. کاربران صفی الدین را الگوی جاودانه در راه مقاومت می دانند. پای عکسش نوشتند اسفیا، معنی فارسیش می شود بنده پاک و خالص، یا در جای دیگر نوشتند از انسان ترین انسان ها.
این صفاتی است از شیخ صفی الدین که میان کاربران عرب زبان در فضای مجازی دست به دست می شود. کاربری نوشته اون مردی صالح، مدیر و رهبر بود که در آخر هم شهید از دنیا رفت. در اینجا یک نجیب زاده بعد از سالها عزت و افتخار به شهادت رسید. ای کاش ما هم در عمل و گفتار مثل او باشیم. میان نوشته های کاربران کلیدواژه های امید و پیروزی زیاد دیده می شود. وقتی برای شهیدی عزاداری می کنیم یعنی ما در حال پیشرفت هستیم، یعنی ما امید داریم. حزب الله پیروز این جنگ خواهد شد، زیرا کشتن برای ما عادت است و عزت برای ما شهادتی است از جانب خداوند. یکی نوشت تأثیر شهدا در مسیر مقاومت پایان ناپذیر است و هرگز از بین نمی رود. کاربری فلسطینی هم نوشته تو با سرافرازی قیام کردی و نماد سربلندی بودی. راه و رسم شما در قلب ما مردم فلسطین جاودانه خواهد ماند و سربازانت تحت تأثیر شما و هر قطره خون شما قرار خواهند گرفت. یکی از کاربران از مسیر روشن حزب الله نوشته، آن هم بعد از شهادت رهبرانش. نه بعد از شهادت سید حسن و نه بعد از شهادت شیخ هاشم در این چند روز خللی در فرماندهی و عملیات حزب الله که ایجاد نشده هیچ منسجم تر هم شده. این از برکت خون شهداست. برکت خون شهدا کلیدواژه‌ای بود که این کاربر لبنانی را به یاد صحبت‌های امام خمینی رحمت الله علیه انداخت. تا زمانی که کسانی را که دوستشان دارید از دست ندهید پیروز نخواهید شد. پیروزی که اهالی مجازی اینطور تعبیر کردند، با هر قطره خون شهدا سربازانی می‌رویند تا در مسیر مقاومت پیروز میدان شوند. بهار استادی، خبرگزاری صدا و سیما.